دو نسل پیش در نسل هفتم بازی‌های رایانه‌ای در برهه‌ای نسبتاً طولانی با بازی‌های روبرو بودیم که به طور کلی آسون تلقی می‌شدند و چالش چندانی پیش روی مخاطب قرار نمی‌دادند. در اون زمان این مشکل باعث ایجاد ناخرسندی عمومی در بین منتقدان و بازیکنان حرفه‌ای شده بود. این مشکل به مرور زمان و با رسیدن به اواخر نسل هفتم رفع شد. شاید بشه گفت که یکی از استودیوهایی که خواسته یا ناخواسته در حل این مسئله نقش داشت، استودیو ژاپنی فرام سافتور بود که با عرضه دیمن سول و سپس دنباله معنوی اون دارک سولز روی تازه به بازی‌های اکشن نقش‌آفرینی دمید و زیر سبک تازه‌ای را پایه‌گذاری کرد. از اون زمان تا کنون بازی‌های ژانر سولز لایک محبوبیت بسیار بیشتری پیدا کردن و امروز شاهد عرضه شدن بازی‌هایی در این سبک برای پلتفرم‌های مختلف هستیم. یکی از بازی‌های سولز لایک عرضه شده برای گوشی‌های هوشمند پاسکالز ویجر که به لطف کیفیت قابل قبول تونسته به مقبولیت خوبی در میان بازیکنان دست پیدا کنه. به لطف همین محبوبیت و فروش مناسب بازی، سازندگان نسخه کامل این عنوان رو با بهبودهای مختلف برای رایانه‌های شخصی با پسوند دفینیتیو ادیشن عرضه کردن که در ادامه قصد بررسی این نسخه رو داریم. با ما همراه باشید. در همین ابتدا لازم به ذکره که پاسکالز ویجر چه در زمینه داستان اتمسفر و چه در زمینه گیم پلی و طراحی مرحله الهامات زیادی از سری سولزبورن گرفته. مثل بازی های سولز لایک دیگه، داستان پاسکالز ویجر گونگ آغاز شده و ادامه پیدا میکنه و اگرچه بازی نسبت به بازی های سولز کمتر گونگه و اطلاعات بیشتری به مخاطب میده، با این حال جنبه های متعددی ازش حتی تا پایان بازی هم نامعلوم باقی میمونه. در جهان پاسکالز ویجر مدت هاست که خورشید در دریا فرو رفته و تاریکی انبوهی جهان فرا گرفته. با این حال پس از سقوط خورشید کلاسس یا کلوسی هایی سر برآوردن که سبب بازگشت نور و روشنایی به جهان شدند. اگرچه روشنایی این کلوسی ها به اندازه خورشید نیست، اما اونا تنها امید بشر برای جلوگیری از فرو رفتن در تاریکی مطلق هستند. شخصیت اصلی بازی فردی به اسم ترنسه که همسرش اون رو به سبب دروغ‌هایی که بهش گفته رها کرد و الان ترنس به دنبال یافتن دوبارشه. لازم به ذکره که ترنس با دختری به اسم وایولا همراهی میشه که اون هم به دنبال یافتن حقیقت‌هایی درباره گذشته‌شه. هر دوی این افراد جزو گروه قاصدان یا کوریرز به حساب میان، گروهی متشکل از افرادی که اغلب توسط کلیسا تکفیر شدن یا دارای هیچ گذشته‌ای نیستند. در زمان شروع بازی شاهد این هستیم که کلوسی ها یک به یک در حال سقوط هستند و اکنون ترنس و همراهش موظف به بررسی دلیل وقوع این امر در یکی از مناطق جهان بازی هستند. این موضوع خود به مرور با گذشته ترنس و وایولا ارتباط پیدا میکنه و در نهایت شاهد این هستیم که چگونه سرنوشت جهان بازی به این دو نفر گر میخوره. در طی بازی و با پیشروی در اون، دو شخصیت دیگر هم به گروه دو نفری ما اضافه میشن. تعامل این چهار نفر با NPC های بازیه که داستان بازی میسازه و اون رو به پایان میرسونه. در طی بازی و در هر مرحله ماموریت های جانبی هم هستن که انجام دادنشون تأثیر خاص خودشو و اتفاقات اون مرحله خواهد داشت. برای مثال در یک مرحله ممکنه شیء درخواستی یک NPC رو به اون ندید و در ادامه او به عنوان یک باس رو به روی شما خواهد ایستاد. با توجه به این مطلب که این اثر در واقع برای گوشی هوشمند عرضه شده، داستان پاسکالز ویجر رو میشه خوب ارزیابی کرد. در اینجا شاید داستانی به وسعت بلادبورن یا سری سولز نیستیم، اما سازندگان در خلق جهان رو به نابودی موفق عمل کردن و تونستن شخصیت‌هایی به وجود بیارن که کمابیش مخاطب به ادامه بازی جذب می‌کنن. با این حال موردی که سبب میشه تا بازی در بخش داستان نمره کامل رو نگیره، گنگ بودن کامل قسمت‌های از این داستانه. به طوری که اگر به اینترنت یا دیسکورد رسمی بازی مراجعه نکنید، به هیچ وجه از بخش‌های از داستان سر در نخواهید آورد. لازم به ذکره که الهامات زیادی هم از بلادبورن برای نوشتن داستان گرفته شده. در نهایت باید گفت که در زمینه اتمسفر بازی ترکیبی از سری سولز و بلادبورنه. با این حال به طور کلی میشه اونو به بلادبورن نزدیکتر دونست. این مورد نه به خاطر دلهره‌آور بودن محیط ها، بلکه به خاطر طراحی اونها و موجودهای بازیه. به گونه ای که حتی یکی از بازهای بازی کپی مستقیمی از آمیگدالهای بازی بلادبورن به شمار میره. در حقیقت تقریبا هیچ کدوم از محیط های بازی تا
تأثیر سنگین بازی‌های سوزبورن رو بر مخاطب نخواهند داشت. در زمینه گیم پلی و طراحی مراحل، بازی همونطور که انتظار میره از الگوی عناوین سوز لایک پیروی میکنه. در اینجا به جای کلاس‌های مرسوم، 4 کاراکتر وجود داره که هر کدوم سلاح و سبک مبارزه منحصر به فرد خودشون رو داره هستن. خوشبختانه تفاوت مشهودی هم میان توانایی‌ها و نحوه مبارزه با هر کدوم از کاراکترها احساس میشه و از این نظر سازندگان تونستن تا به هدف مورد نظر خودشون در زمینه تنوع بخشیدن به بازی دست پیدا کنن. در بازی برای ارتقای کاراکترها 3 روش وجود داره. اولین مورد آلتارایی هستن که حکم چک پوینت های مرسوم عناوین سوزبورن رو دارن و با ارتقایشون میشه امتیاز لازم برای بالا بردن لول کاراکترها رو کسب کرد. مورد بعدی درخت ارتقای توانایی هاست که با یافتن کریستال های مختلف در طی بازی میشه گره های بیشتری از اون را باز کرد. مورد سوم هم تروفی هایی هستند که با کشتن دشمنان یا جستجو در محیط به دست میان. این تروفی ها خودشون قابل ارتقا هستند و میزان خط سلامتی، قدرت ضربات، سطح هوشیاری و مواردی از این دست رو افزایش میدن. صحبت از سطح هوشیاری شد. در بازی با کشتن هرچی بیشتر دشمنا، هوشیاری کاراکتر کاهش پیدا میکنه. برای رفع این مشکل، باید از مجموعه مخصوص قابل تهیه در بازی استفاده کرد. با رسیدن سطح هوشیاری هر کاراکتر به 0، شخصیت وارد فاز دیوانه‌وار میشه. در این حالت و در محیط‌های عادی، دشمنان نسبتاً جان سختی ظاهر میشن که بازیکن مجبور به کشتن اونها خواهد بود. در زمان مبارزه با بازها هم در صورت به پایان رسیدن سطح هوشیاری در میانه نبرد، باز وارد فاز دوم خودش میشه که اغلب دشوارتر از فاز اوله. یکی از نکات منفی مهم بازی چالش برانگیز نبودنشه، به گونه ای که شاید بشه پاسکالز ویجر رو آسون ترین عنوان سوز لایک موجود دونست. جدا از وجود درجه سختی آسان، امکان آسون تر کردن بازی حتی در درجه سختی نرمال هم وجود داره. با این حال این تنها مسئله موجود نیست. به سبب اینکه این اثر در اصل برای گوشی‌های هوشمند توسعه یافته، شاهد محدودیت‌های مختلفی درش هستیم. برای مثال، دشمنای بازی به هیچ وجه جون سخت نیستن و به سادگی و با قدری تمرکز میشه الگوی حملاتشون رو فهمید. این مورد در رابطه با بازهای بازی هم صدق میکنه. در مورد بازها اما، موردی که باعث آسانی زیادشون شده، بزرگی بسیار زیاد و بی خطر بودن محیط مبارزه با اونهاست. به گونه ای که به راحتی در میانه نبرد میشه از باس فاصله گرفت و نفس تازه کرد. از نظر طراحی مرحله میشه نمره قابل قبولی به سازنده ها داد. در اینجا ما شاهد جهانی تقریبا خطی اما با محیط های پیوسته هستیم که میانبرهاش به خوبی نقاط مختلفش رو به هم متصل میکنه. از گیم پلی که گذر کنیم به گرافیک نسل هفتمی بازی میرسیم که مسلماً به مزاق عده بسیاری خوش نخواهد اومد. اگرچه شاهد بهبودهای متعددی نسبت به نسخه گوشی‌های هوشمند هستیم، اما این موارد در حدی نیستند که بازی بتونه با سایر عناوین روز قابل قیاس بشه. همچنین مدل سازی‌ها و انیمیشن‌های کاراکترها در سطح ناامیدکننده‌ای قرار دارن که مسلماً مخاطب‌های امروزی رو راضی نخواهند کرد. از نظر هنری اما با اثر چشم‌نواز روبرو هستیم که حس و حال مردگی دنیاش رو به خوبی به مخاطب منتقل میکنه. جدای از همه موارد فوق، باید اشاره کنیم به فیزیک بسیار بد بازی که کاملا بر گیم پلی هم تأثیر گذاره و برخورد نکردن ضربات شخصیت‌های اصلی به دشمنا مکررن سبب خورد شدن اعصاب بازیکن خواهد شد. در زمینه صدا و موسیقی شاهد عملکرد دوگانه سازندگان هستیم. به گونه ای که هر چقدر موسیقی‌های بازی خوب هستن، به همون اندازه صداگذاری ها بد یا متوسط انجام شدن و نمیشه اونا را راضی کننده دونست. در نهایت باید گفت که پاسکالز ویجر عنوانیه که در بسیاری از زمینه ها متناقض عمل میکنه. تقریبا در تمام موارد قابل بررسی، در ازای نکات مثبت بازی نکات منفی هم وجود دارن که به تجربه مخاطب آسیب میزنند و مانع این هستن که بازی بتونه خودش رو به عنوان یک اثر کم نقص در ذهن مخاطب بر جا بذاره. با این حال اگر از طرفدارهای عناوین سوز لایک هستید و از تجربه چند باره بازی موجود خسته شدید، پاسکالز ویجر مسلماً ارزش یک بار تجربه رو خواهد داشت. به خصوص که بازی از محتوای قابل قبولی هم بهره میبره و میتونه تا حدود 30 ساعت مخاطبش رو سرگرم کنه.